سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشین. اسم من میثم، همینجور که میدونین خیلی از بچه ها ازم درخواست کرده بودن که وقتی میری بیرون، وقتی میری توی سوئد برامون یه ولاگ بذار. ولاگ الان من دقیقا معنیش هم نمیدونم، یه چیزی، یه لفظ جدیدی که توی فارسی زبان هاست، انگلیسیه، چه معنی میده نمیدونم، ولی بالاخره ولاگ معنیش اینه که وقتی شما میری بیرون از اون سفری که توش هستی یه فیلمی میگیری واسه بچه‌ها که مثلا فالود میکنن، یا حالا معمولا خیلی اونایی که معروف‌ترن حالا مثلا ولاگای بیشتری دارن. حالا ما این دفعه تصمیم گرفتم یه ولاگ بذارم واسهتون از شهر انگلهلم، یا همون شهر به قول خودمون به طور جوک بگیم شهر همیشه چیز انگلهلم میشه فرشته آباد به قول خودمون. حالا من یه ذره دوربر خونه رو بهتون نشون میدم، حالا بعد یه تور خونه داخلم بهتون نشون میدم، ولی در کل خونه داخلش عادیه. حالا بیرون خونه من یه ذره اینجوریه، کامه میسادم اگه دوست داشتین ببینین این خونه منه اینجا رو. حالا اینجا خیلی سر رو چیزی جالبی نداره، این خونه منه، یه دونه چیزی کوچولو داره، چی میدونم، اینجا درخته یه که خودم کاشتم، این درخت آلبالوه، اون درخت آلوسیاه، یه چیز کوچیکه، این اینجاست دیگه. به هر حال دوست داشتیم ببینی، حالا اینجا رو نشون میدیم. بعد ما امروز میریم شهر انگلهلم و اونجا یه ساندویچی هست، ساندویچی خیلی معروفه، مال همبرگره و خیلی معروفه. ما میریم اونجا تست میذاریم، اونم بهتون نشون میدم، آدرسش هم میذارم اگه دوست داشتین شما بعد بریم ببینیم. Let's go. خب بچه، ما الان توی بزرگراه ای چهار سوئد هستیم، ای فیرا. بعد ای فیرا یه نکته که به نظرم رسید در مورد ای فیرا بهتون بگم، ای فیرا یا همون ای چهار یکی از اصلی ترین بزرگراه های سوئده که فکر کنم از جنوب سوئد، از هلسینگوری تا خود فکر کنم حداقل وسط های سوئد میره، یعنی یه مسیر خیلی بزرگ. من توی نقشم بهتون نشون میدم، 100% بعد که رفتم خونه اینو بهتون تو نقشه نشون میدم که این فیرا چه بزرگراه خوب و چه شاهراه بزرگیه توی سوئد. و یه چیزی، نکته دیگه هم که خیلی بزنم رسید بهتون بگم اینه که تابستونا تو سوئد فوق العاده زیباه. حالا هر فصل زیبایی خودشو داره، ولی تابستون سوئد وقتی آفتابی باشه فوق العاده است، یعنی مثلا شک نکنید یه ذره از طبیعت اینجا لذت ببرید. تو کم فیلم لیت ناتو بزن. رسیدیم به انگلهلم بچه ها، و این هم ورودی انگلهلمه و دریام داره انگلهلم، رسولتون بگم یه شهر چیزه، یه شهری که لب ساحل داره. حالا من شاید لب ساحلش هم رفتم، حالا چی میشه. رسیدیم به انگلهلم و بعد یالا ما تصمیم داریم که یه کار رو حتما انجام بدم، این که باید برم اونجا که همبرگر خوشمزه داره خیلی تعریف میکنن و اونجا رو برم سر بزنم، برم ببینم شاید لب دریام، برم جای دیدنی شاید، اگه جایی بود نمیدونم چند تا چی، ولی در اصل من اومدم فقط این همبرگره رو یه تست بزنم، یه ذره شکمو هم من.
ما توی انگل هول داشتیم میرفتیم اینجا، من دیدم نوشته که 69 کرون به جای تقریبا میشه 100 کرون یه پاور بانک. این گیمینگ چیری که من خریدم خب لامپ میخوره و نیاز به پاور بانک داره. حالا بریم اینو یه اتفاقی دیدم خریدم، حالا ببینیم بعد چی میشه. بچه ها من داشتم اینجا رد میشدم به پوست HM هست یا هم فولکسوگن یا HOM. معمولا توی تابستونا مثلا شورتک های خوبی میذاره. من یه دونه شورتک خریدم، یه سویشیرت و یه شلوار رو تو خونه زیر شلوار راحتی. همیشه HOM مارک خیلی معروف هست تو سوئد، ولی جنساش مثلا اینقدر گرون نیست و جایی که مثلا اگه تازه وارد باشین یا مثلا بخواین چیزای ارزون بخرین و همیشه هم آف دارن، یعنی رباط دارن و میتونی بیان اینجا ازشون خرید کنی. اگه دوست داشتی فروشگاه HOM هست میتونی بیان و ازشون خرید کنی. بچه ما اومدیم اینجا توی همبرگر، که همبرگری که گفتم توی انگل هارم خیلی معروف شده. حالا من هنوز تستش نکردم ولی تعریفش از خیلی شنیدم و یا گلوم به بهتر هر روست اسمش روست اسمش یادم رفت روسته. و گفتم همون جور که گفتم چیزشو میذارم، گوگل مپشو میذارم، میتونه از گوگل مپ نگاه کنین بیان اگه دوست داشتین بیان. حالا من یه فیلمی هم از داخلش میگیرم شما میتونید ببینید که فیلم ها رو اینکه دیگه هم سو بعد فیلم از بیرونش میگیرم که ببینم بیرونش هم میشه نشست، داخلم میشه نشست. و یه برگر معمولی هم 155 کرون اگه خواستین. امروز هم به ما پومیس همون چیپس سرخ شده رو بهمون گره رایگان دادن و خیلی خوب بود. حالا ببینیم چی میشه. گفت امروز رایگانه و باش. پس 155 کرون چیز داره برای هر همبرگرشه و دیپ هم اگه بخواهیم 17 کرون هر دیپی. من یه دونه کالورینا ریپر بی بی کیو دیپ گرفتم که کالورینا ریپر یکی از چیزترین هاست، یکی از تندترین فلفل های دنیا هست. حالا ببینیم چی میشه. من میاد اینجا بعد فیلمشو میگیرم بهتون پیشون میده. پس اونجور که گفتم بیرونشه، میتونیم بیاین. اینم در ورودیشه که میتونیم برین تو سر یه چهارراهی. حالا بعد عکسشو میذارم. چهارراه بپیچین سمت چپ یا حالا از هر از اون سمت بیاین سمت راست میتونین بیاین تو. درش اینجاست و بیرون هم میشه بشینین، ولی خب امروز گرم بود من نشستم. اینم نمای داخلشه. یه ذره فیلم میگیرم مسافت که کامل ببینیم. یه موتوسیکلت همون بالا جای دنج خیلی بزرگ نیست ولی جای دنجیه. حالا ببینیم مزه غذاش چی شکلی میشه. تو مالا شبه بالتر همبرگراشون رنگ نونشون تقریبش قهوه‌ایه و همونجور که میبینی رنگ همبرگرش قهوه‌ایه و داخلش هم خوشگله. من یه دونه سس تندم گرفتم، میذاره طعمش چشیدم، هنوزم که هنوز دهنم داره میسوزه. حالا ببینیم اسم مزه چه جوری. بعد از اینکه تموم شد مزه‌اش هم بهتون میگم.
دارن اینجا شنا میکنن. یه پل خیلی بزرگی طراحی میشه 5 متر پله. خیلی خوشگل بود. بعد یه دریا یه چیز رودخونه خوبی هم هست اینجا. اونجا هم دارن شنا میکنن. بهم سیم مذا. آره بعد این خونه ها ریسد اون فکر نمیکنم این خونه ها که اونجا باشه هم خیلی قیمتشون ارزون باشه. چقدر خوشگل خونه ها. و خوشحال کسی که اینجا زندگی میکنه لب این خونه ها به این خوشگلی و ببین چقدر ریسمه. ببین اونجا خونه ها همه میز و صندلی ها رو گذاشتن لب دقیقا میشه گفت پیاده رو. چقدر امنیت تو این کشور است. چقدر خوبه. یعنی واقعا از این جور امنیت ها خیلی خیلی کم به قول معروف قول سعودی ها سلن پیش میاد که کسی بیاد دزدی کنه اینجا. و این یه منطقه خیلی خوشگلی بود. میگم فیلم ولیت تیل مثلا ویسا بی داره. خب همونجور که میبینید پشت سر من یه خیابونه هلوش 200 متر راهه و دو طرفش هم کافه هست هم رستوران هست و همه چیز. یعنی یه 200 متر هم فروشگاه لباسه هم فروشگاه خرید وسایل خونه همه چیز هست. یه خیابون 200 متری خیلی بلندی هست که وسطش هم توریت میاد فکر کنم سنتروم توریت نمیدونم چه همچی چیزی. پس مرکز شهر همینجاست. حالا من یه تیکه هم از مرکز شهر میگیرم ولی دیگه فیلم نمیگیرم دوربینو بگیریم دستمون کلا بگیریم. ولی خب اینو بدونید که توی شهر انگلهلم شهر فرشته یه خیابونی هست که 200 متر اگه دوست داشتین فیکا کنین اگه دوست داشتین چیزی بخرین نون بخرین هر چیزی همه چیز توی خیابون هست. پس اگه دوست داشتین میتونین بیاین توی خیابونه و نگاه کنین اگه اومدین انگلهلم. خب ما الان توی چیز هستیم توی توریت اینجا توریت مرکز توریت و میبینید که اون مرکز شهر میشه دیگه. ما اینجا قبل از اینکه بیام اینجا چیز دارم همه از این بازار هست که میوه میفروشن و چیز معمولا توریت دارن. ما یه ذره پنیر هم خریدیم موگلوست میبینید من چیزه برای شب که نه عصر که میخوام خونه بخوریم اینا خریدیم. اینا حالا دیگه قراره بریم که میوگلاس یا همون بستنی بخریم بخوریم. حالا اونم برات فیلم میشه اگه خواست یا من بذارم به نظرم فعلا اینو گرفتیم میگه تا قسمت بعدی ببینیم چی میشه. همین جوری داریم فعلا خرج میکنیم. خب قطعا توی این هوای گرم چی میچسبه به جز یه بستنی خوشمزه. هم که کسا بده سی کرون هم یه بستنی به قول سوئدی هم میوب گلاس یا اون بستنی قیفه خودمه تو این هوای گرم میچسبه دیگه. این هم از این. حالا بریم ببینیم کجا میرسیم دیگه. Let's go. بله یه روز گرم اومدیم یه ساحل و یه ذره آبتنی یه 10 دقیقه آبتنی کردیم جاتون خالی و ساحلش هم باحال بود تا فیلم فرونت در تقریبا میشه گفت پایان سفر امروزمونم با همون دریا شروع تموم شد دیگه تقریبا. آره بچه ها این بود که یه روز میشه گفت گرم خیلی نه خیلی گرم ولی گرم خوب ما بیرون بودیم. یعنی من و خانوم هم بیرون بودیم و امیدوارم که لذت برده باشین و دیدم یه روز طولانی بود ولی خلاصه شو تقریبا من براتون گفتم.
خلاصش رو تقریبا براتون فیلم گرفتیم و اینا، ولی خب در کل شما همراه من بودین امروز که بفهمین چه اتفاقی افتاد و چه روزی رو من پشت سر گذاشتم. یه روز تابستونی خوش خوب و گرم. امیدوارم که لذت برده باشین. اگه تا حالا منو لایک نکردین یا سابسکرایب نکردین، میتونین اولین بار این ویدیو رو لایک کنین، دکمه سابسکرایب بزنین اگه میخواین بیشتر در مورد ویدیوهای من ببینین، یا ویدیوهایی که من هستم وقت تازه میذارم، یه ویدیو جدید میذارم ازش با خبرشین اطلاع داشته باشین، میتونین سابسکرایب کنین و از ویدیوهای جدید با خبرشین. زیاد حرف نمیزنم، مرسی که همراه هم بودین و تا یه ویدیو بعدی، فعلا خدافظ.